همراه همکارم نرگس هورخش بشیم از استانبول نرگس از برنامه های اردوغان برای این نشست برای ما بگو انتظارات ترکیه از نشست سران ناتو چیه؟ خب ترکیه هم یکی از مهمترین اعضای سازمان ناتو هست و آقای اردوغان پیش از سفرش به واشنگتن برای شرکت در این مراسم در یک نشست خبری که داشت گفت که ترکیه در این اجلاس به دنبال دستیابی به انتظاراتی است که این کشور داره از جمله اینکه تلاش میکنه ترغیب بکنه متحدانش را در ناتو برای پذیرش و برسمیت شناسی برخی از حساسیت های امنیت ملی متحدان از جمله برای ترکیه مبارزه با گروه های تروریستی از جمله پیکاکا هست که ترکیه گفته تلاش خواهد کرد با طرف ها در این اجلاس در این مورد صحبت کنه اما موضوع اساسی این اجلاس مسئله اوکراین است چیزی که آقای اردوغان گفت این است که ترکیه بیشتر تمرکزش روی دستیافتن به یک گفتگوی صلح که منجر بشه هر دو طرف پایان بدن به جنگ را بیشتر میپسنده تا اینکه این جنگ همچنان ادامه داشته باشه در کنار این اشاره های اشاره هم در مورد جنگ در نوار غزه هم داشت و گفت که ترکیه تلاش خواهد کرد که توجه سازمان ناتو را به این موضوع هم جلب کنه روز سه شنبه در این مراسم شرکت کرد در کناری این با نخست وزیر مجارستان هم دیدار خودش را داشت در مورد نوار غزه جنگ اوکراین و همینطور الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا دو طرف گفتگو کردند و ترکیه تاکید کرده که همچنان به تلاش های صلحآمیز خودش برای پایان دادن به این دو جنگ بزرگ ادامه خواهد داد نرگس هورخش در استانبول ترکیه مرسی نرگس از توضیحاتت